شب چهارم ماه محرم اختصاص داره به حضرت حر ابن یزید ریاحی، کسی که در آخرین لحظات بسیار دشوار راه امام حسین و خط حسینیت را انتخاب کرد و به اردوی حسینی پیوست. در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید نصرالله واعظی، ریاست محترم شورای علمای شیعه ولایت بامیان قرار داریم که در همین مورد ما را از بیانات خودشان بهره‌مند می‌سازند. در خدمت هستیم آقا. شادی ارواح مطهر و مقدس شهدا در همه تاریخ و اماکن اسلامی، شهدای کربلا سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تعجیل در فرج فرزندش آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلامتی همه خدمتگزاران مکتب اون حضرت صلوات بلند را مرحمت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه المتأدبين بآداب الله، ولعن دائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء رحمة الله. فبعد، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. در مرحله نخست ایام عزا و مصیبت سید و سالار شهدا حسین ابن علی و یاران پاکبازش را به محضر آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به محضر همه شنوندگان محترم و بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. و اونچه که لازم میبینم نکات به طور گذرا در رابطه با موضوع توبه و اشاره به شهادت حضرت حر شهید معذر شما یادآور می شوم. و جان مطلب اینجاست عزیزان که محرم و عاشورا و تضیه کربلا خود زمینه هدایت و بازگشت به سوی خدای متعال هست. همونطور پیامبر مکرم اسلام فرموده است که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. همیشه در طول تاریخ از قضیه کربلا و بعد تا به امروز و تا به دامن قیامت این قضیه را معنایش را ما می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که خیلی کسا آمدن و بازگشتن و هدایت شدند. و یکی از اون شخصیت‌ها که شهرت یافته از حضرت حر شهید است. و الا در تاریخ کربلا در قضایا و داستانهای روزه و منبر و جریانات عزای سید الشهدا اگر مطالعه بکنیم، خیلی از افراد و شخصیتها را ما در تاریخ سراغ داریم که برگشتن از مسیر گناه و معصیت و مسیر انحراف به سوی مسیر حسین ابن علی و به سوی مسیر اسلام و دین و قرآن. میگذارم اینا را در فرصت دیگر و وقت دیگر و برنامه های دیگر ممکن عزیزان و سروران ما روی موضوعات بحث و مطالب داشته باشد. و اکتفا میکنم من در این قسمت به ترجمه یک روایت از پیامبر مکرم اسلام که در اون روایت شرایط بازگشت و توبه آزادگان را مطرح نموده است. گرچه ما در این قسمت روایت زیاد داریم، اما به لحاظ اینه که اختصار برنامه فقط اکتفا میکنم به ترجمه یک روایت. روایت در بهار جلد 6 اونجا آمده، صفحه 35. روایت این گونه شروع می شد که پیامبر مکرم اسلام در مدینه منوره روزی در بین اصحابش فرمود: اتدرون من طائب؟ اصحابم، شما می دانین که انسان توبکار و بازگشت کننده به سوی خدا چه کس است و چه کس را می توانیم ما طائب بگوییم؟
قالوا اللهم لا. اصحاب عرض کردند یا رسول الله، ما نمیدانیم و ما نمیفهمیم که انسانی تائب واقعی و کسی که به سوی خدا بازگشت میکند کی هست، شما بفرمایید. پیامبر مکرم اسلام فرمود اذا تاب العبد ولم يرض الخصما فليس بتائب. در این روایت تقریبا پیامبر مکرم اسلام 10 شرط را و 10 ویژگی را برای انسان تائب مطرح نموده است که من کوشش میکنم انشاءالله در ظرف همین 10 دقیقه تمامش نمایم. پیامبر فرمود زمانی که توبه بکند کسی، اما کسانی را که در حق اونها ستم کردن از اونها رضایت نگیرد، توبهش توبه واقعی نیست و او انسان تائب واقعی حساب نمی شود. به این تعبیر عرض بکنم کسی که توبه میکند و حق الناس به گردن دارد، توبهش توبه واقعی نیست. مردی معذر امام باقر علیه السلام مشرف شد، عرض کرد از طایفه مالک اشتر نخعی، از طایفه نخع، عرض کرد من توبه میکنم و باز میگردم به سوی خدا، اما قبلا در دستگاهی کار میکرد که همه اموالی که از اون استفاده میکرد به حرام استفاده میکرد. آیا من استغفار کنم، با زبانم کلمه استغفار جاری کنم، خدایم مرا میبخشد؟ امام باقر در جواب فرمود لا، توبه واقعی توبه است که هر اون چی از مردم گرفته ای و مال مردم را تصاحب نموده ای پس به صاحبانش بازگردانی، او زمان توبه واقعی می شود. حتی تؤدی کل ذی حق حقه، تا حق هر صاحب حق را ادا کنی بعد توبه واقعی می شود. جریان جنگ بدر در صدر اسلام، تاریخ جنگ بدر را همه می دانیم. در اونجا شخصی از اصحاب پیامبر به شهادت رسید. اکثریت صحابه سر و صدا بلند کردند که هنی ان لک الجنه، بهشت بر تو گوارا باد. اما پیامبر مکرم اسلام با حالت گرفتگی فرمود همین لحظه دچار عذاب و مصیبت است یادم، در حالی که شهید شده است. عرض کردن یا رسول الله چرا گرفتار عذاب است؟ پیامبر فرمود همین لباسی که در بدن یادم هست از بیت المال تهیه شده است. وقتی حق الناس از بیت المال به گردن کسی باشد، باسم توبهش توبه واقعی نیست. نمونه دیگر در رابطه یاد میکنم و میگذرم. روز پیامبر مکرم اسلام نماز صبح را در مسجد ادا میکند، بعد میفرماید آیا از طایفه بنی نجار اینجا کسی هست؟ کسی صدا بلند میکند بله یا رسول الله بفرما. پیامبر میفرماید صاحبهم محتبسون فی باب الجنه بثلاث درهم من فلان ابن فلان. یکی از شما که به شهادت رسیده بود اما به دروازه بهشت متوقف مانده است، نمیتواند وارد بهشت شود، به لحاظی که 3 درهم از فلان یهودی قرض دار است. یعنی این ما را تکان میدهد. در صورت انسان میتواند توبه واقعی بکند و برگردد به سوی خدای متعال که حق الناس را از گردن خود ادا کند. دوم، من تاب ولم یزد فی العبادت فلیس بتائب. هر کس توبه کند و در عبادت او افزونی پیدا نشود، نمازش بیشتر نشود، روزش بیشتر نشود، دعا و نیایشش بیشتر نشود، اون تائب تائب واقعی نیست. وقتی کسی توبه میکند علاوه بر نماز فریضه و واجب، نمازهای مستحبی را بیشتر انجام بدهد. سوم، من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. پیامبر فرمود هر کس توبه بکند اما طرز لباسش در جامعه تغییر نکند تائب نیست، که البته اشاره است به مسئله حجاب. خانمی اگر توبه بکند، اگر لباسی که از دور معذرت میخواهم انسانهای مریض را به طرف او جلب میکند او را تغییر نیارد توبه نیست. اگر کسی توبه بکند لباس درست، لباسی که از حرام در بدنش بوده است در کل، او را دور نیاندازد و لباس حلال را به تن نکند توبه نیست. من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. هر کس توبه کند اما رفقایش را تغییر ندهد، باز هم تائب حساب نمی شود. عزیزان، یکی از
راه‌ها و عوامل انحراف در جامعه رفقای بد هست. همه می‌دانیم رفیق معتاد انسان به سمت اعتیاد می‌کشاند. رفیق فاسد انسان به سمت فساد می‌کشاند. دعا می‌کنم خدایا نسل جوان ما را حفظ بفرما. به آبروی امام حسین. خیلی از هم‌نشین‌ها هستند که انسان را خراب می‌کنند و به سوی فساد می‌کشاند. انسان تایب در صورت تایب هست که رفقایش را هم تغییر بدهد. من تاب و لم یغیر مجلسه فلیس بتایب. هر کس توبه کند اما اهل جلسات خودش را تغییر ندهد باز هم توبه کار حساب نمی شود. من تاب و لم یغیر فراشه و وسادته فلیس بتایب. هر کس توبه کند باز هم خانواده خود یک کسانی که با اونا همبستری داشتند تغییرات در اونا نیارد باز هم تایب نیست. که اینا خیلی شرح و تفصیل دارد، میگذاریم تا به آخر روایت برسیم در وقتی که باقی مانده است. من تاب و لم یغیر خلقه و نیته فلیس بتایب. هر کس توبه کند اخلاقش را تغییر ندهد و نیتش را تغییر ندهد باز هم تایب حساب نمی شود. من تاب و لم یقصر عمله فلیس و لم یحفظ لسانه فلیس بتایب. هر کس توبه کند آرزوهایش را کوتاه نکند، زبانش را کنترل نکند تایب نیست. میدانیم علمای علم اخلاق گفتند 40 الی 70 تا گناه و معصیت توسط زبان انجام می شود. هر که می خواهد در محرم و عاشورا پیرو خط حر شهید باشد باید زبانش را کنترل کرد. من تاب و لم یوس کفه فلیس بتایب. هر که توبه می کند اما دست باز ندارد، با مردم کمک نمی کند، با فقرا رسیدگی نمی کند، باز هم نمی توانیم تایب واقعی او را خطاب بکنیم. من تاب و لم یقدم فضل قوته فلیس بتایب. هر کس توبه کند اما داراییش را برای مردم مصرف نکند، اونچه که به دست دارد برای خدا مصرف نکند، باز هم تایب حساب نمی شود. این 10 تا ویژگی و صفت را پیامبر مکرم اسلام برای انسان تایب واقعی در نظر گرفته که امیدوار هستیم ما هم از جمع کسانی باشیم که این صفت ها و این ویژگی ها را مراعات کنیم و این شرایط را مراعات کنیم و همراه با حر شهید و دنبال روی کاروان امام حسین علیه السلام قرار بگیریم. میدانیم که حر در لحظه آخر توبه واقعی میکند. مصداق آیه قرآن قرار میگیرد یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه خالصانه و مردانه و جانانه. میبینیم در اول قضیه کسی است که سر راه امام حسین گرفته است. هر بود که سبب شد قضیه به کربلا منجر شود. اجازه نداد به امام حسین که امام حسین سمت کوفه برود. اجازه نداد امام حسین بر بگردد. حتی پیشنهاد شد اجازه بده به سمت یمن بروم، بین شیعیانم سمت جبلستان بروم. اجازه نداد. بالاخره قضیه منجر شد به کربلا. اما روز عاشورا کسی به نام مهاجر است. آقای مهاجرنام میگه من هور مشاهده میکردم، میبینم بدن یه آقای هور میلرزد و تکان میخورد، اشکش هم جاریه. عرض کردم آقای هور ابن یزید ریاهی، شما فرمانده لشکر هستین، پهلوانین و مرد شجاع هستین. هر کس از من سوال کند شجاع‌ترین افراد عمر سعد و عبیدالله کی است، من آخر روی شما میگذاشتم، اما چرا امروز بدنت میلرزد؟ چرا میترسی؟ چرا ترسیده ایم؟ گفت فرمود، گفت آی مهاجر من نترسیدم، من خود را مخیر بین بهشت و جهنم میبینم، خود را مخیر میبینم کدام یکی را انتخاب کنم. و بالاخره میگه با یک بهانه آب دادن اسب خود لش خود را از لشکر کناره کرد، آمد سمت خیمگاه امام حسین. وقتی ممنون. اجازه گرفت، اجازه حاصل کرد، میگه خود اندخت به قدم های امام حسین. هل یتوبه یبن بنت رسول الله؟ حسین جان آیا برای من هم توبه هست؟ آیا میشود که من هم توبه کنم؟ میگه وقت خود انداخت، امام حسین جمله تاریخی را فرمود، ارفع رأسک، آی هر سرت بردار، او سری که در آستان حسین به زمین ساعیده شود، او سر سر بلند است، عزتمند است، سر خود را بردار. سر خود را بلند کرد و امام حسین فرمود آره توبه تو قبول هست و تو هم بخشوده شدی.
گفت آقا جان من اولین کسی بودم که سر راه را گرفته بودم و قضیه را منجر به کربلا من کردم و تو را رنجاندم اهل بیتم را. آقا جان من دیگر رو ندارم در خیمگاه بمانم، اینجا بمانم، اجازه بده میدان بروم. رفت سمت میدان، مردانه رزمید، به شهادت رسید. مشهور است انشاءالله میشنوید روضه حر را که هر شهید به زمین میافتاد امام حسین سرش را از زمین بر میداشت. ای آقا ناامید بود، من خطاکارم، من اشتباه کردم، نمیشود، انتظار نداشت اصلا امام حسین بیاید سرش را از زمین بردارد. اهل مقتل گفتند همون کاری که امام حسین با علی اکبر فرزند خودش انجام داد همون کار را با حور انجام داد. و همون بود که امام آمد صورت را به صورت حور گذاشت، سر حور از زمین برداشت، سرش را از زمین برداشت، صورت را به صورتش گذاشت و این جمله تاریخی را فرمود: یا حور انت حر فی الدنیا والآخره کما سمیت امک. آی حور تو حور هستی واقعا، آزاده در دنیا و آخرت، همون طوری که مادر تو را حور نامیده بود. این جمله که مادر تو را حور نامیده بود اشاره به همون جمله است که در اولین برخورد امام با او فرموده بود. در اولین برخورد در منزل زباله وقتی حور مانی رفتن امام شد، امام حسین به حور گفت سکلت که امک، مادر به عزایت بنشیند. اما ای آدم حور ادب را مراعات کرد، رو کرد به امام حسین، عرض کرد آقا جان اگر تو فرزند رسول الله نبودی، اگر مادر تو فاطمه زهرا نبودی، اسم مادرم را به زبان آوردی، حتما اسم مادرت را به زبان می آوردم، کار می کردم که مادر با عزایت بنشیند. اینجا احترام فاطمه زهرا را به جا آورد. امام این جمله را فرمود در حقش، اما اونجا امام این جمله را برگردانید. بله. فرمود انت حر فی الدنیا والآخره کما سمیت امک، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.